این سوالایی هست که پرسیدن. سو مبحث ماشیخ مبحثی هست که میشه توی درجه های مختلف توضیح داد. یکی درجه عمیقش هست که طول میکشه بخوایم همه یه مواردش رو بررسی کنیم. من روی اون خیلی تمرکز نمی کنم، یه مداری مختصرتر و جامعتر خدمتتون عرض میکنم جواب این سوالا رو. اگر احتیاجی بود که عمیق‌تر بریم خودتون بفرمایید و درستش میکنیم. چشم. سوال اول، چرا باید منتظر ماشیخ باشیم؟ منتظر ماشیخ بودن یا کلن هدف از ماشیخ چی هست؟ وقتی ما هدف ماشیخ رو بدونیم موقع متوجه میشیم چرا باید منتظرش باشیم. هدف ماشیخ به صورت کلی دو تا چیز هست، دو تا مورد هست که هدف ماشیخ. یکی برای اینه که همونطور که رمبان میفرماید که رمبان میفرماید دلیلی که ما منتظر ماشیخ هستیم به خاطر این نیست که بعضی ها فکر میکنن وقتی ماشیخ بیاد اینجوری میشه و اونجوری میشه و اونجوری میشه. همه چیزهایی که خوب میشه به خاطر اینه که ما بتونیم عبادت خداوند رو به ماکزیموم برسونیم. ما الان هممون داریم عبادت خداوند انجام میدیم به درجه های مختلف، صورت های مختلف، ولی باید به یه درجه برسیم که بتونیم عبادت رو کامل انجام بدیم و به کامل انجام دادن زخود احتیاج داره. باید ما بهش نائل بشیم، باید خودمون رو به درجه برسونیم یا موقعیت خودمون رو به جایی برسونیم که نائل بشیم به همچین درجه عبادت. حالا ما میفرماید دلیلی که خخامیم و انبیا ایام ماشیخ رو برای ما اینقدر توضیح دادن و گفتن و انتظار کشیدن به خاطر این نیست که آره آدم دیگه زندگیش راحت دیگه، آدم میتونه بخور و بنوشه و راحت باشه و خوشحال باشه، بلکه که دشه یو پنوین به تورا و به خخمتا، برای که همه وقتشون آزاد باشه که بتونن تمرکز کنن روی تورا و روی الهیت. و چیزی و کسی و موردی مانع و مزاحم پیشرفت روحانی اونها نشه، روحانی مردم که ده شهید کنه خیلی حالا مبا که اینجوری زخه بشن به علم حبای درجه بالاتر، همون دوری که توضیح دادیم در حلقه تشوبا. و می فرماید در اون زمان دوره ماشیخ لوی شاملو را آبلو ملخما، نه گرسنگی خواهد بود و نه جنگ، لوک این آب تخروت، نه حسادت و نه کشمکش، چه حتوات یه مشبعت حربه، برکت خداوند به اندازه خیلی زیادی افزایش پیدا میکنه، میخوانم معدنیم به تو این کافار و تمام چیزای دنیا، چیزهای لذت بخش دنیا فراغون هستن و مورد دسترسی هستن، چیزی نیست که من بخوام بره دنبالش. ملوی اس کلا علم الا لاده عده دشن میلوان و تمام تکاپوی دنیا، تمام دنیا تکاپوی دنیا روی این خواهد بود که خداوند رو بشناسن، آگاه بشن در مورد الهیت و اینجوری همه خخامیم بزرگ خواهند شد، همونطوری که ادامه میدارم. پس یکی از دلیلای ماشیخ اینه که اون موانعی که سر راه ما هست برداشته بشه. سر راه ما، سر راه همه کسایی که مؤمن هستند به خدا من، که بتونن به درجه بالاتر برسن. این مورد اوله. سوال سر اینه که خب اگه این مورد اوله، اگه این مورده، چرا پس دوره شلومه همه لخ اینجوری نشد؟
چرا دوره شلومو ملخ احتیاج به ماشیخ بود؟ چرا دوره موشه ربینو احتیاج به ماشیخ بود؟ 40 سال توی بیابون همه چیز داشتن، مان داشتن، آب داشتن، لباساشون پاهاشون بزرگ میشد، لباساشون کهنه نشد. چی دیگه میخوان؟ هرچی بخوان داشتن. و 40 سال اینا مشغول دانش الهی بودن از موشه ربینو. پس چرا خب همون ماشیخ باشه. این ما رو میاره سر نکته دوم. نکته دومی که هدف ماشیخ هست اینه که هدف ماشیخ خود ماشیخ نیست، هدف ماشیخ آشکار شدن حکومت خداونده توی دنیا. یعنی خداونده که اون موقع از پشت پرده میاد بیرون و همه متوجه میشن که خداوند خدای دنیاست. خداوند این کاره رو الان نمی کنه به خاطر که الان موقعیتی هست که هر کسی از پشت پرده خداوند رو بشناسه. موقعی که زمان ماشیخ رسید، همون طوری که ما توی تفیله های روش هشانا و کیپور می خونیم، ובכן יתחדש שמך השם אלוקינו על ישראל עמך. וכתי משיח ביד, اسم خداوند مقدس میشه توسط قومش، توسط قوم ישראל. ובכן همینطور اون موقع تن پخت قاشم الوکنو هر کل معصه خواه، ترس خداوند قرار خواهد گرفت بر تمام اعمالش توی دنیا. نیراو خواه کل معصیم و همه افعال خداوند از خداوند، یعنی احترام خداوند رو نگه خواهند داشت. نشتخبول پانه خواه کل برویم و تمام مخلوقات به درگاه تو تعظیم خواهند کرد. به یه آسو خولا مگودا اخات و همه مخلوقات با هم یک پارچه یک دسته جمع میشن که لعصود به سنخا به رباب شده که رضایت تو رو انجام بدن با قلب کامل. شیادن و هشم الوکن، چون ما میدونیم ای خدا من چه هشولتان لفانه، سلطنت دست توه، قدرت حکومت توی دنیا دست توه. عوض به یاد خواه، قدرت دست توه. جبروت امینه خواه، جبروت دست توه. به شیم خواه نورا الکل مشه بارات و اسم تو خیلی خیلی مورد احترام رو هر چیزی که آفریدی. اوفخن چه خواهد شد؟ تنکابون لعمه خواه، اینجوری ملت تو عزت خواهند گرفت به خاطر اینکه اونای کسایی هستن که همیشه دنبال روی تو بودن. تهیلانی ره خوا، اون موقع تو خدا مند ممدوح قرار خواهی داد. کسایی که تو رو میترسن، کسایی که از تو همیشه میترسیدن مورد مد قرار خواهند گرفت. امروز مورد مسخره قرار میگیرن، اون موقع مورد مد قرار خواهند گرفت. تیغ با تو وال درشه خواه و بید خوب بنام یعنی خانیم لاخ سیمخال ارساخ، سرزمین تو پر از شادی خواهد بود. ساسون ده ایراخ اوز میخد خیلی نداوی دمداخ. اوفخن صدیقی میر او به اسماخ و میشاریم یه علازو. و این چیزایی هست که موقعی که خداوند اسم خودش رو مقدس میکنه و همه میشناسن که قدرت دنیا تحت قدرت خداونده، حکومت دنیا تحت قدرت خداونده، اون زمان ماشیخ. به تیملوخ ادعا و عشم ملوکن و مهره الکل محسخا، تو پادشاهی خواهی کرد خداونده بر تمام افعالت. به هر سیون میشکن که بوده خواه و یروشالایم ارمیق داشته خواه، همونطوری که توی تورا توی نوی نوشته
ימלוך השם לעולם, אלוהי יחסיון לדור ודור, הללויה. אין יהיה כסמת. המינטור, מה אינו דוברה תוי תפילה, אז חודמן דרחוסט מקודים. אלוקנו ולוקי אבותינו, אין חודמן דמה, מלוך על כל העולם כולו בכבודך, הוקומת כון, בר תמום דוניה, בו עזתת, והינסה על כל הארץ בגרח, תה הורמתתו, הולן מרתבה בשה, روی تمام زمین و هفا بعد اگه اون روزاخ و خودت رو آشکار کن با تمام جبروتت با بزرگیت الکل یشوه تبل ارساخ بر تمام مخلوقاتی که تو در دنیا آفریدی و یه در کل پا ارکیت تا پهلتو تا هر چیزی که تو ساختی انجام دادی بدونه که تو انجام دادی اونو تو اونو ساختی و یاوین کل یه ترکیت های سردون و هر مخلوقی بدونه که تو خالقش هستی و یه مرکل هاشو نشما و اپو و هر آدمی که نشما داره یعنی همه آدم ها بگن هشم الوهی اسرائیل ملخ و ملخوتو و کل ماشال خداوند پادشاه است و پادشاهی است بر تمام بر همه چیز مسلط. این هدف دومه ماشیخه که موقعی ماشیخ بیاد عزت خداوند برمیگرده سر جاش. سوال پرسیدید که چرا ما باید منتظر ماشیخ باشیم. دلیل عمیقش اینه که تا موقعی ماشیخ نیاد خصم شالوم داره به عزت خداوند توی دنیا خاری میاد. ببینید چقدر آدم ها توی دنیا هستن که به خداوند اصلا ایمان ندارن. چقدر آدم ها هستن که حتی اگر ایمانم دارن ایمانشون خدشه داره، میگن خدا هست، یک قدرت دیگه هم هست، خدا هست و خدای خوب خدای بد فلان این اون افکاری که غلطه. حتی اونایی که به خداوند یکتا عقیده دارن هنوزم اطلاعات کامل و درست و صحیح در موردش ندارن و همه اینا باعث میشه که از عزت خداوند توی دنیا کاسته شه، به صورتی که هزاران شاید میلیون ها نفر هستن که ادعای دانشمندی میکنن و خداوند رو انکار میکنن. دلیلی که ما یهودیان موظفیم که انتظار بکشیم برای ماشیح، یه دلیلش اینه که نشون بدیم که چقدر اهمیت قائلیم برای این که خصم شالوم داره به خداوند خاری میاد. خداوند را بس کافیه. حفا خودت رو آشکار کن با کابودت. ملوخ هم کنها اولام کلو بیخ مداخ، پادشاهی خودت رو در دنیا قرار بده با تمام جبروتت با تمام عزتت. اجازه نده که اینقدر مردم دنیا به تو بی اعتنا باشن و بهت خاری بیارن. این منو اذیت میکنه، این منو رنج میده. تصور کنید اگر شما یکی از حالا خانوادتون پدرتون مادرتون یه نفری که خیلی خیلی محترمه و شما میدونید اینو، ولی یه عده‌ای هستن که به خاطر سوء تفاهم یا به خاطر هر دلیلی عزت اون طرف رو دارن میارن پایین جلوی بقیه، دارن بهش خاری میارن، دارن بهش توهین میکنن. چقدر شما رنج میبرید. این مادر منه، این پدر منه و چقدر محترمه و حرفایی که دارن اینا میزنن دروغه و غلطه و بیخودیه و اینجوری دارن خاری میارن. چقدر اذیت میکنه آدم رو. این نکته هست که ما به خاطرش انتظار ماشیخ میکشیم که خداوند اون خاری که داره براش میاد برداشته بشه. سوال سر اینه که خب ما کاسه داغ‌تر از آش هستیم، خب اگه خداوند خودش نمیکنه، خودشه، اگه بخواد بکنه میکنه،
اگه خودش مشیح رو نمیاره، اگه خودش عزت خودش رو محافظت نمی کنه، خب من کازه داختر از آش بشم؟ حتما یه نیت خوبی خداوند داره که نمی کنه. چرا من پس چیزی بخوام بگم؟ جواب اینه که نه، دلیلی که خداوند این کارا رو نمی کنه برای من، منم که باعث میشم که خداوند این کارا رو نکنه. ما هستیم که با اعمالمون جلوه اومدن مشیح رو داریم میگیریم، به خاطر اینکه برای که خداوند آشکار بشه، عزتش رو بخواد بیاره، ما باید براش آماده باشیم. اگه آماده نباشیم، اگه خودمون رو آماده نکنیم، بدتره. پس که من دارم میگم بذار پادشاه بیاد خونه من ادعای پادشاهی بکنه، بابا تو خونه کثیفه، یه جارو بر نداشتی خونه رو جارو بزنی، لباس تو عوض نکردی، یه رنگی به دیوارا نزدی برای عزت پادشاه. میگه پادشاه بیاد اینجا ادعای پادشاهی بکنه. این پس ما هستیم که دنجلوشو میگیریم و خداوند میگه من میتونم شما رو نادیده بگیرم، شما رو عقب بزنم و به شما بگم شما برای من کاری نکردید، خودم بیام شما رو هم کاملا نادیده بگیرم. نمی کنم. من میخوام موقعیت به شما بدم که خودتون رو آماده کنید که منو بیارید. پس ما اگه خداوند داره سنگ ما رو به سینه میزنه، ما هم باید سنگ خداوند رو به سینه بزنیم. اینی که میگیم خداوند ما نمیفهمیم، ما نمیتونیم، ما فلان، اهمیتی به من نده، تو بیا، تو عزت خودت رو بیار، تو پادشاهی خودت رو توی دنیا اعلام بکن، من اصلا منو فراموش کن، من به کنار، برای من تو بیشتر ارزش داری حتی از خودم. و خدا من میگه نه، من نمی کنم همچی کاری. تا موقعی که تو آمادگی منو نداشته باشی که بتونی میزبان من باشی، من نمی کنم. اگر کاری بکنم، کاری خواهم کرد که تو مجبور بشی آماده بشی. من نمیام بدونی که تو جزوی از میزبان باشی. اگه تو میزبان نباشی من نمیام. خداوند داره میگه من به شرطی میام که تو میزبان باشی. ما داره میگه خداوند داره من رو فراموش کن، بیا به خاطر خودت. اصل من شماخ، اصل من یمیناخ، اصل من قدوشاتاخ، انجام بده به خاطر قدوسیت خودت، نه به خاطر من. اصل معناخ ایملو لمعنینو، نه به خاطر ما، به خاطر خودت اینو انجام بده. و این چیزی هست که ما انتظارشو داریم. این درجه عمیق‌تر. در مورد اولی که عرض کردم که مشیح میاد که ما بتونیم بهتر به عبادت خودمون به خداوند واقعا انجام بدیم و مشغول بشیم، روی اون میگیم که ما انتظار داریم که خداوند موقعیت رو بهمون بده که بتونیم عبادتش رو بهتر انجام بدیم. روی این تفیلا میخونیم و تخزنا اینو بشوف خالصیون برخمیم، چشمان ما رو روشن کن به عبودا، به بتمقداش، به برگشته باروخ درشن بونه یروشالایم، که دوباره ما بتونیم عبادت خداوند رو کامل انجام بدیم. سلام مراخا که بود هارا روش خودش به خودش کرد تو مراخا. من تیه صحبت هایی که شما فرمودین یه سوال برام پیش اومد، آیا باید اولا به تعداد برخای که جماعتی یهودی هست در کل اولام، آیا هشم منتظر فقط ما هست یا بقیه جماعت اولام هم باید به راه راست بیان تا هشم ما شیخش رو بفرسته؟ در ضمن اگر موقعی که بیت همقداش آباد می شد، آیا این باعث نمی شد که کمک کنه که زودتر جماعت به راه دین خدا بیان که هشم یتبارخ همه چی رو مرتب کنه و ماشیخ رو بفرسته؟ بله، هر دو سوالتون خوبه. جواب سوال اول اینه که
درسته که خداوند میخواد همه به راه درست بیان و همچین چیزی میخواد، ولی کلید قضیه دست اون قومی هست که خداوند بهشون قول داده و اونا هستن که کلید قضیه در دستشونه، اون قومی که خداوند بهشون قول داده که اونا رو ول نمی کنه، اونا هستن که کلید قضیه دستشونه. و توی تمام کتاب اینا کتب انبیا این کاملا مشخص. در مورد این که اگه زودتر به تمیزای ساخته بشه ماشیخ میاد، این درسته حرفتون، منتها ما دوتا موقعیت داشتیم که درش به تمیزاش آباد بود، به تمیزاش اول و دوم، و متاسفانه به تمیزاش اول به خاطر اشتباهاتی که انجام دادن کسایی که دستن در کار بودن اون موقع، حتی از شلوم و ملخ، حضرت می فرماین حتی از داوید هم ملخ، اشتباهایی که کردن باعث شد که به تمیقداش اول به تمیقداش دائمی نباشه. یعنی از همون اول کار حتی به تمیقداش اول جوری ساخته شد که مشخص بود که خراب خواهد شد به خاطر موقعیتی که همون از اول کار بود. نمیشه توی جزئیات رفت زیاده، ولی خزان میفرماین هم داوید هم ملخ هم شلوم هم ملخ اشتباهاتی انجام دادن که اون اشتباهات باعث شد که به تمیقداش ابدی نباشه. به تمیقداش اول که اینجوری، به تمیقداش دوم میتونست موقعیت بهتری داشته باشه. خزان میفرماین دوره ازرا سفر به تمیقداش دوم میتونست آینده بهتری داشته باشه، ولی به خاطر اینکه کسایی که گالود رفته بودن با ازرا با ازرا سفر بر نگشتند که برن و کمک کنن ارس اسرائیل رو آباد کنن، ترجیح دادن همون جایی که هستن بمونن و همون توی همون گالوتی که هستن احساس راحتی میکردن و ترجیح دادن بمونن. اکثریت مردم بر نگشتن از گالوت و به خاطر همین به تمیقداش دوم هم اثبات نداشت، جوری نبود که باقی بمونه. خداوند به ما قول داد، قول داده توی پاسخ‌های نبی که به تمیقداش سوم خراب نخواهد شد، اون ابدی خواهد بود. ولی خب اونو ما باید لیاقت داشتنش رو داشته باشیم، اگر نه توی دو تا به تمیقداش اولیه با وجود که لیاقت داشتن به تمیقداش رو داشتن، ولی به تمیقداش ابدی نبود، دائمی نبود. هنوز با وجود که 420 سال 410 سال طول کشید ولی دائمی نبود. کی بود هارا؟ فاصله خروج از بیابان و ساخت اولین بیت همیقداش خیلی طول کشید، مگر نه اینکه اونا آدم های پاک و درستی بودن؟ چرا برای اونا هم موقع ساخته نشد؟ این یک سال. دومین سال خدمتون دارم، ما میگیم که بیت همیقداش آخری دائمیه به خاطر که آدم ها دیگه خوب شدن دیگه. از کجا ما میتونیم اثبات کنیم که در جهان خطاکار وجود نداشته باشه؟ مگه ما نمیگیم ما از خاک هستیم؟ خب احتمالی که حتی همون قوم تگولا هم خطا بکنن بازم وجود داره. حالا پیمونه چقدر باشه، اندازه ضعفی که خطاهای ما چقدر به حساب هشم بیاد، اون دیگه حالا نمیدونم. این واقعا مهمه مقدار خطاهایی که در کل جهان انجام میشه، خطا که هیچ وقت برچیده نمیشه وجود داره. تا زمانی که یسرت و وجود داره، خطا و خوبی و بدی هم وجود داره. بله. ما تا کی باید بشینیم منتظر ماشیخ؟ اوکی. از این که بشر خطا میتونه بکنه بحثی سرش نیست، به خاطر همین خداوند یوم کیپور رو قرار داده، به خاطر همین خداوند تشوبه رو قرار داده. همونطور که ما میخونیم
که کی بیام از ده یه خپر علیخن لطهر اتخن. خداوند تو اون روز بیام از ده یوم کیپور یه خپر علیخن کفاره میکنه روی شما لطهر اتخن که شما رو پاک کنه. نیکل خطو دقم بفنی هشم تیتها رو از تمام خطاهاتون جلوه خداوند پاک خواهید شد. خداوند میدونه که بشر خطا خواهد کرد. بنابراین موقعیت تشوبا رو خداوند قرار داده. اشکال موقعیه که آدم تشوبا نکنه. اشکال موقعی که خطایی که میکنه بزرگن یا حتی کوچیکن ولی مرتبن انجام میده و توبه نمیکنه. اون مسئله است. موقعی که مشیح بیاد، موقعی که همونطور که قبل کار عرض کردم از رمبام که دانش خداوند توی دنیا زیاد میشه، خود به خود مردم جلوگیری خواهند کرد از گناه کردن، به خاطر اینکه دانششون بیشتر میفهمن، بیشتر حواسشون هست. یک دوم که برای میفرماید که هی که دانش مردم بیشتر میشه، هی که فهمشون بالاتر میره، یسرهایی که دارن ضعیفتر خواهد شد. دوره مشیخ تا اون اندازه‌ای که خداوند می‌فرماید که یسرها رو من از بین می‌برم. خود هشم توی سفر یشعیا و توی سفر تریاسار به حدسفانی ارخیق می‌کنه. من سفونی رو، سفونی یعنی یسهاره، اونو از شما دور خواهم کرد. هشم میفرماید یسهاره رو از شما من دور میکنم، یعنی به درجه آدم اون موقع به جایی خواهد رسید که از درجه مثل درجه آدم آریشون توی گنیدن و یا حتی یه مداری بالاتر از اون خواهد بود. بنابراین گناه ها خود به خود کم خواهند شد، فهم و درک مردم بیشتر میشه. اینو ما توی خدگدیا که شب پسخ آخر حدادا میخونیم در مورد اون بزغالهی که پدر من خرید به دو پول، به دو زوز، و مراتب رو که ما طی میکنیم، مراتب مراتبی هست طبقه خیلی ها که مراتبی که قوم اسرائیل طی کردن و میفرماید که آخر کار شوخته میاد و گاوه رو شخیتا میکنه، بعد ملخ موت میاد و شوخته رو از بین میبره، بعد خداوند میاد و ملخ موت رو از بین میبره. ملخ موت همون یه سهاره، ساتان یه سهاره، ملخ موت همش یکیه. خداوند اینو از بین خواهد بود. موقعی که شوخت دوباره زنده میشه، تخیت هم نتیم میشه، این دوره مشیخ. اینو ما اونجا بهش اشاره میکنیم که یتفرهانه و مرگ و میر و مجازات ها از ما دور خواهد شد. چه بود هراب؟ ببخشید، موقع که ما میگیم گسترش دین هشم بیاد میشه، آیا این یه چیز عادی به طور طبیعی انجام میشه مثل الان که ما مثلا تلمود تورا داریم، یا یه طریقه خاصی هشم میتواره کارو رو انجام میده که یه دفعه وسعت پیدا میکنه، فراگیر میشه در کل جهان، جز معجزاته؟ من حقیقتش نمیدونم و اینجوری که هرمبام میفرماید هیچ کسی نمیدونه. فقط ناویایی که نبوه روی این آوردن میدونن که خداوند کی میاد و چه جوری میاد و اینو آشکار نکردن. آرام با میفرماید حتی بزرگان دوره میشنا و گمارا هم نمیدونستن که ماشیخ چه جوری میاد، کی میاد، خداوند چه جوری و کی آشکار میشه. اینو نمیدونستن. اینو خداوند توی پسوقیم هست، توی پسوقای ناوی بارها و بارها تکرار میشه ولی جزئیاتش برای ما گفته نشده.
گمارا میفرماید شخصی به نام یوناتان بن اوزیه یکی از بزرگان دانش آموزان هیلل بوده میفرماید گمارا میفرماید که یوناتان بن اوزیه میخواست توضیح بنویسه روی سفر نبیین و مینشمعین جلوشو گرفتن ببخشید روی نبیین نوشت معذرت میخوام خواست توضیح بنویسه روی کتوبین ترجمه بنویسه روی کتوبین و مینشمعین بدقول جلوشو گرفت گفت اگر بنویسی دنیا دوام نخواهد داشت چرا نذاشتن بنویسه رشید میفرماید توی گمارا مسخت مگیلا چون راز اومدن ماشیخ و چجوری میاد توی سفر دانیل نهفته است و اگر رویانتان به روزیه اینو مینوشت توضیح میداد بستش میداد همه متوجه میشدن و خداوند نمیخواد که مردم بدونن که کی میاد و چجوری میاد بنابراین این رازه رو خداوند نداشت کسی فاش کنه حتی موقعی که یعقوب اوینو خواست این رازه رو برای بچه‌هاش فاش کنه فراموش کرد اینو ما میبینیم میدونیم توی پاراشای ویخی خداوند نمیخواد که ما بدونیم کی میاد و چجوری میاد حالا ما میفرماید ببینید موقعی که اسرائیل ها رفتن مصر 400 سال قرار بود توی مصر باشن خداوند اینجوری حکم کرده بود که 400 سال بچه های تو ابراهام غریب خواهند بود در سرزمین که مال خودشون نیست ولی خداوند نگفت که 400 سال از کی شروع میشه 400 سال گفته بود ولی از کی شروع میشه کسی نمیدونست بعد از اینکه اسرائیل از مصر اومدن بیرون اون سالی که اومدن بیرون اگه 400 سال بشمارید برید عقب ببینید میشه تولد یسحاق اوینو 400 ساله رو خداوند از تولد یسحاق اوینو حساب کرد یعنی خداوند مبدع 400 ساله رو به ما نگفت اینجوری ما نمیدونستیم که کی خواهیم بیرون خواهیم اومد از مصر همینطور موقعی که رفتن بابل قرار بود برن بابل برای گالوت بعد از بعید میشون 70 سال خداوند نگفت که 70 سال از کی شروع میشه بنابراین چندین نفر حساب کردند روی مبدع اشتباه و اشتباه کردند فکر کردند که حالا نجات پیدا میکنن به گفتار گمارا دلیلی که اخشوروش ضیافت گرفت سال سوم از شروع پادشاهیش به خاطر پادشاهیش نبود به خاطر این بود که حساب کرد ببینه آیا 70 سال بابل تموم شده یا نه دید که تموم شده و دید که یهودیا ناجی براشون نیومده نجات پیدا نکردن هنوز توی گالوتن و به تمیگاش هنوز ساخته نشده جشن گرفت چون گفت اگه نشده دیگه نمیشه یعنی اشتباه کرد چون مبدعی که حساب کرده بود مبدع اشتباهی بود خدا میفرماین حتی دانیل هم اشتباه کرد دانیل هم توی حسابی که مینویسه مبدع رو نمیدونه حتی دانیل هم تو حساب 70 سال گالوت بابل اشتباه میکنه حالا ما میفرماید خداوند در مورد مصر گفت که گالوت چیه و چه مدته در مورد بابل خداوند گفت که گالوت چه مدته با وجود این ما نمیتونستیم بفهمیم که واقعا کیه و چجوریه این گالوته خداوند به ما نگفته که چقدر طول میکشه و به ما نگفته که چجوری خواهد بود و چجوری به اتمام خواهد رسید صد البته که هیچی در موردش اطلاع نداریم ولی اینو میدونیم پاسخهای خیلی زیادی همونهایی که الان توی این هفته ها داریم میخونیم هفتارهای شبات گذشته شبات آینده شبات بعدش
این هفتارهایی که میخونیم همشون دارن نوید میدن به ما در مورد اومدن مشیح. چه بود حرام؟ این گسترش دین هاشم توسط امثگولا نسبیه نسبت به اقوام دیگه، یعنی مثلا تو بین جماعت ما زیادتر نسبت به دیگر جماعت ها، یا ما کامل این شکل این قوم مثل گولا میشیم؟ خیلی سخته بخواد این سال رو جواب دادن جزئیاتش و اینا رو، ولی خب امیدشه خواهیم دید وقتی که ماشی اهمیت اینجوری خواهد شد. تشکر از شما. سوالی که پرسیدن این بوده که تو کدوم قسمت از تورا ما موضوع گئولا رو یاد میگیریم. موضوع گئولا رو ما توی تورا توی دو جا تورا بیشتر صریحاً بهش اشاره میکنه، ولی خب جای دیگه هم روش اشاره شده. جایی که صریحاً بهش اشاره میکنه پاراشای بیلعام هست، پاراشای بالاق. موقعی که بیلعام داره نبوت میاره برای بالاق در مورد آینده دنیا، بیلعام اینو مینویسه میگه و تورا صریحاً این مورد رو نوشته. اگر اونجا رو شخص مطالعه کنه توی اون براخاهایی که بیلعام آخر کار به قوم اسرائیل میده کاملا مشخص. درخ کخم یعقوب بقام شبه اسرائیل، اگر تورا رو اونجا مطالعه کنید اواخر پاراشای بالاق این کاملا مشخص. این یک قسمت. یک قسمت دیگه موقعی که یعقوب آوینو براخا میده به بچه هاش، براخایی که به یهودا میده مشخص، براخایی که به یهودا میده اد کی یاو شیلو منو یک حد امین، براخای یهودا کاملا مشخص در مورد گئولای مشیح. این دو جایی هست که تورا صریحا بهش اشاره میکنه. جای دیگه هم هست که اینو دارید سربسته تره. به عنوان مثال گمارا میفرماید آز یاشیر موشه، اون موقع موشه ربنو سرود خواند. آز یاشیر، آز یاشیر میشه اون موقع موشه ربنو سرود خواهر خواند. کلمه فعلش یه جورایی غلط، نمیگه آز شار موشه، اون موقع موشه ربنو سرود خواند. آز یاشیر موشه، موشه ربنو سرود خواهد خواند. و کلمات دیگه اینجوری که توی تورا ما میبینیم جای مختلف که همش اشاره است به آینده. این از توی تورا همیشه خوشه تورا. توی کلمات توی کلام نبیم که پره این نکات، همونطور که عرض کردم مرتبا داریم در موردش میخونیم و توی تراش ورپه 100% که در این مورد بیان شده. سوالی که پرسن که توی تراش کجا میبینیم؟ چه مواردی در مورد گئوله و مشیح لازم است ما بدونیم؟ تنها چیزی که ما باید بدونیم اینه که عزت خداوند آخر کار توی دنیا کاملا مشخص خواهد شد و به تمیقداش دوباره آباد خواهد شد. عبادت خداوند به کمال خواهد رسید توی دنیا و اونهایی که عابد خداوند هستن، عابدهای خداوند، عزتشون در نظر بقیه بالاتر خواهد رفت. به خاطر اینکه اون موقع مردمی که این بینا خاری میارن اون موقع اهمیت اینا رو خواهند دونست. آمدهای خدا من. این در مورد گئوله و مشیح. ما باید بدونیم که شخصی خواهد اومد که پرچمدار پادشاهی خداوند توی دنیا باشه.
و اون موقع صلح و صفا همه جا برقرار خواهد شد و همه همونطور که عرض کردیم مشغول بشن به الهیت خدا. این قسمت هست. سوالی روی این دیگه هست؟ اگر نه اون موقع بحث عوض میشه، ولی خب میذاریم با میداشه برای جلسه آینده. چه مطلب؟ من اجازه دارم یه سوال دیگه بپرسم خدمتون؟ بفرمایید. موقعی که ماشی یخ میاد، اول بیت همقداش آباد نشده، اول ماشی یخ میاد بعد بیت همقداش آباد میشه، درسته؟ بله. ترتیب میخای همتین و اومدن ماشی یخ و آبادی بیت همقداش چجوریه؟ اوکی، ببینید، این سوال خیلی عالیه. ببینید، اینجوری که رمان توضیح میده، اول ماشی یخ خواهد اومد. ماشی یخ کیه؟ ماشی یخ یه ناجیه، عین موشه ربنو، و میفرماید که ماشی یخ نمیدونه که ماشی یخه، یعنی اون شخصه نمیدونه که ماشی یخه، تا اینکه خداوند اونو مأمور کنه. عین موشه ربنو، موشه ربنو نمیدونست که موشه ربنوه. موشه ربنو کسی بود که میدونست که من کیم، تا اینکه خداوند توی کوه سینای تون بوته آتشین بهش ظاهر شد و مأمورش کرد. از اون موقع موشه ربنو مأمور شد. همینطور ماشیخ یه آدمیه که عالمه، صادقه و آدم صدیقیه، و توی هر دوره‌ای کسی وجود داره که قابلیت ماشیخ شدن رو داشته باشه، تا اینکه خداوند بهش بگه تو این مشرب منو، تو ماشیخ برو و کارهایی که باید انجام بدی همونطور که به مشرب منو گفت، برو قوم اسرائیل رو از مصر بیار بیرون، مأمورش کرد. خداوندم به ماشیخ مأموریت میده که اون کارهایی که باید انجام بده انجام بده. یکی از کارهایی که ماشیخ میکنه ساختمان به تعمیر داشت. البته که ما را میفرماید که به تعمیر داشت سوم ساخته شده از شمعین میاد، لازم نیست که بخواد عملا بسازنش، این معجزه ای خواهد بود که ساخته شده برپا میشه. اون بحث دیگه است. ترتیب قضیه اینه که اول ماشیخ میاد و یا اول یه نفری میاد که ادعای ماشیخی میکنه، یه خداوند من حاضر شده. اگر ایشون تونست اون کارایی رو که قرار ماشیخ انجام بده و ثابت بشه و به تمیقاش رو ساخت، اون موقع ما مطمئنیم که این ماشیخ. تا موقعی که به تمیقاش ساخته نشده ما بهش نمیداری ایمان داریم اگه خودشو نشون بده. ولی اثبات این که یه نفر ماشیخه اینه که به تمیقاش در ایامش ساخته بشه. بعد از اینکه بدم داشت ساخته شد، تخییات همه تیم خواهد شد. تخییات همه تیم، دو تا تخییات همه تیم ما داریم، من قبلا عرض کردم. یه تخییات همه تیمی هست که محدوده، همه زنده نمیشن، فقط اونایی زنده میشن که امید داشتند به اومدن ماشیخ، انتظار کشیدن، تفیلا خوندن، عشق ریختن به خاطر خرابی بیت المقدس، تعنیز تشابه ها گرفتن و امید دارن که ببینن به تخزن اینه نو به شور خالصیان برخمیم اونا رو خداوند. و این یه شرط بخیران. شرط دوم، یک ارتباطی با تورا دارند، ارتباطشون با تورا به اینا زخوت میده که زنده بشن. اینو گمارا میفرماید آخر مسخت کتوبوت که تخییات امتی فقط برای کساییه که با تورا یه ارتباطی دارن، یا تعلیمات تورا دارن، یا یه جورایی دارن تورا رو ترویج میکنن، تشویق میکنن، ترغیب میکنن، یه جورایی با اشخاصی که در تورا هستن رابطه دارن. پس دو تا شرط، کسایی که با تورا رابطه دارن
و کسانی که انتظار ماشیح و بتمیگاش رو کشیدن، اینا زنده میشن. چرا؟ که اون چیزی رو که انتظار کشیدن ببینن. تمام بزرگانی که از بین رفتن سالهای گذشته، 100 سال پیش، 200 سال پیش، 500 سال پیش، 1000 سال پیش، همه اینا میخوان بزنش رو ببینن، میخوان بزرگی خداوند توی دنیا رو ببینن، میخوان ببینن ملکوت خداوند، پادشاهی خداوند توی این دنیاه، دنیایی که همه به خدا ایمان دارن. برای این زنده خواهند شد. این تقیید همه تیم اوله. فرض کردم محدوده، همه نیست. اونایی که انتظار کشیدن و از خود تورا دارن، اینا زنده خواهند شد، مرد و زن، فرق نمی کن. این ادامه پیدا خواهد کرد تا سال 6000. الان سال 5784، یه ماه مونده از امروز که بشه 5785. یعنی ما تقریبا 215 سال دیگه باقی مونده از بقای دنیا تا سال 6000. تو این 215 ساله ماشیح خواهد اومد، بتمیداش آباد خواهد شد، تخلیه دمتیم خواهد شد و همه اون چیزی رو که انتظار داشتن ببینن خواهند دید. و این ادامه پیدا میکنه تا سال 6000. سال 6000 خاتمه دنیاست، علام حزه. چرا؟ چون علام حزه، همونطور که پیرقیابوت ما میخونیم که علام حزه دومل پدوزدور لفنه علام حبا، علام حزه مثل یک دالونیه که ما رو برسونه به علام حبا. همونطوری که نفری میخواد بره عروسی، یه جای خودش رو آماده میکنه، از اونجا میره توی سالن عروسی، ما همینجا داریم خودمون رو آماده میکنیم که بریم توی علام حبا. علام حزه 6000 ساله، اون موقع تموم خواهد شد. پرده میفته، به اصطلاح پرده صحنه تئاتر میفته. پرده که رفت بالا، یه سیستم دیگه است. مثلا سیستم حالا سیستمی هست که اگه کسی کاری نکنه حوصله‌اش سر میره. آدم نمیتونه 10 دقیقه، ربع ساعت، یک ساعت بیکار بشینه. چرا؟ چون خداوند دنیا رو آفریده، اشر برا الهیم لعصوت. سیستم این دنیا لعصوته که انجام بدیم، کار کنیم. اینو خداوند در وجود ما گذاشته. به خاطر همین وقتی آدم کار نمیکنه، حوصله‌اش سر میره. اگر به خاطر شباد نبود، ما هیچ وقت نمیتونستیم درک کنیم کار نکردن یعنی چی. ملوخا آرامش یعنی چی؟ علام حبا همچین سیستمی نیست، سیستم کار کردن نداره، سیستم فعالیت نداره، مردم حوصله‌شون سر نمیره. فرق میکنه سیستم علام حبا با اینجا. اینجا آدم باید بخوره، بنوشه، بخوابه، به بدنش برسه. توی علام حبا بدن احتیاج به هیچ کدوم از این مایحتاج نخواهد داشت. یه سیستم دیگه است، او علام حباست. پس سال 6000 پرده میفته، بعد پرده میره بالا برای علام حبا. تو این مدت پرده پایین بودن، به اصطلاح یک تقیید همه تیم کامل خواهد بود. هر کسی، هر احدی که از این دنیای توی این دنیای قدم گذاشته یا حتی قدم نذاشته، حتی نوزادهایی که اومدن و دور از همه قرصی بخوان به قدم برسن رفتن، همه زنده خواهند شد. همه. چرا؟ که مشخص بشه که آیا اینها لیاقت علام حبا رو کی داره و کی نداره و کی چقدر داره. اون تقیید همه تیم دومه که بعد از سال 6000 هست و اون همه زنده میشن، چون همه میرسن به قضاوت، یوم هدین هگادول، که قضاوت میشن که ببینن که کی کجا میره و به چه درجه باید برسه.
این ترتیب قضیه است. پس اول مشیخه، من به تمیر داشته، بعد تقیادم تیم اوله، بعد از مدتی اختمام غلام حضر است، تقیادم تیم دوم، بعد غلام عباس. خب که بود حالا اونجا که ما تو تیشکون تقاضا میکنیم که مشیخ بن یوسف توسط ارمیلوس ظالم کشته نشه، اینجا کدوم مشیخه؟ این قبل از مشیخ بن داویده؟ بله، ما مشیخ بن یوسف، ما اصطلاحاً بهش میگیم مشیخ. مشیخ چرا ما به مشیخ میگیم مشیخ؟ چون یکی از طریقه هایی که یک نفر رو پادشاه میکردن، یکی از شرایط پادشاه کردن این بوده که یه روغن مخصوصی بوده به نام شمن همیشخا، همونطور که توی تورا در موردش توضیح میده پارشای کتیسا که چجوری درستش کنن، و میومدن و روغنه رو میزدن به سر پادشاه. به این طریقه اینو پادشاه میکردن، که این بحثیه برای خودش که چیه و چرا اینجوری و اینا، اون الان وقت نیست. مخیلا شمن همیشخا، کسی که شمن مسخ کردن رو روش میذارن میشه ماشیخ، یعنی مسخ شده. داوید ملخ هم ماشیخه چون مسخش کردن. شلومه هم ملخ هم ماشیخه، مسخش کردن. خدا میفرماین حتی پینخاس بن الازار بن ارون کوهن، هر کوهنی مشوخ بوده، روغن مشیخا روش میزنن. کوهن گادولی منظورم است. پس مشیخ یعنی کسی که مسخ شده، با یعنی بهش مسئولیت دادن، بزرگی دادند. مشیخ بن یوسف مسخ نشده، اصطلاحا ما بهش میگیم مشیخ بن یوسف. منظور از مشیخ بن یوسف رهبریه که میاد که دنیا رو رهبری کنه، یا قوم خدا رو رهبری کنه به طرف مشیخ. اون کسی که میاد که رهبری کنه به طرف مشیخ. این یه توضیح عمیق‌تری داره که چرا باید اولیه از سبت یوسف باشه، بعدیه مشیخ بن داوید از سبت یهودا باشه، از داوید ملخ. این میره جزء شباتیم و یوسف و یهودا که با هم چه ارتباطی داشتند. ببینید توی مصر کی برادر رو جمع کرد؟ یوسف. چون اول کار بنیامین نیومده بود با اینا، یوسف بود که اینا رو مجبور کرد که همه برادرها اونجا باشن. و موقعی که یوسف خودش رو به اینا آشکار کرد، همه برادرها اونجا بودن. یوسف بود که باعث شد که یعقوب اینو بیاد مصر، دعوتش کرد که بیاد مصر. پس یوسف بود که همه رو جمع کرد دوباره دور هم دیگه، رهبر. حالا که اینا جمع شدن، رهبر قوم کی بود؟ یهودا. همونطوری که میفرماید یعقوب اینو یهودا رو جلو جلو فرستاد که تدارکات رو جور کنه. پس یوسف همه رو گرد هم آورد و تحویل یهودا داد. بر اساس همین مشیخ بن یوسف یعنی اون رهبری که همه رو گرد هم میاره و تحویل مشیخ میده. به اون رهبر ما میگیم اصطلاحاً مشیخ از سبت یوسف. خب ارمیلوس که ما میگیم مال کدوم کشوره؟ کسی نمیدونه. اسم حقیقیشه مستعار که نیست؟ نه مستعاره. مستعاره؟ بله. مرحبا که بود. متشکرم هستیم. خیلی امروز زحمتتون داریم. خیلی شکرم. اوکی عزیزان، این بحثا با رو خشم عرض کردم. گسترده هستن. خب من خواستم مختصر و مجمع خدمتتون عرض کنم. مختصر و مفید. اگر با امید هاشم سوال دیگر میزنیم جلسه آینده، اگر سوال دیگر هم هست میخواد برای
آقای یوناتان بفرستید آقای برخوردار که ایشون پست کنند. لوا خانم سری بفرمایید چون من کلاس آقایون هم دارم. نخواهد بفرمایید. تشکرم بخش میگه کنی یه سوال ممکنه یکم خنددار باشه ولی جدی واسه من پیش اومده. ما یه موقعی که امتحان سخت داریم بعد نمیدونیم که چجوری مثلا باید برسونیم بودجه رو که بخونیم، میخندیم میگیم اشاره تا اون موقع ماشیخ اومده امتحانه. این اشکالی نداره؟ نمیدونم این مثلا اینجوری نیست که الان این آیدیا این ایمانه رو بخواد خصف شارو مورد تمسخر قرار بده؟ یعنی این حرف زدنه نشونه خوبیه یا بدیه یا چجوری؟ بستگی داره که آدم چقدر به حرفی که میزنه ایمان داره. اگه داره به صورت جوک میگه خب اون موقع آره داره مسخره میکنه قضیه رو، ولی اگه واقعا میگه از کجا میدونی شما مشیخ اومد، چرا میخوای از حالا شور دو روز دیگر رو بزنی اگه مشیخ اومد؟ اینجوری نمیشه. و ما مینویسه که وظیفه ما اینه که هر روز مخک لو به خلیوم، هر روز باید انتظار مشیخ رو داشته باشیم. مگه انتظار یعنی من هر روز باید دلم میاد امروز، کاش امروز بیاد. تا این اندازه ما باید انتظار بکشیم. بنابراین برعکس اگه آدم اینجوری میگه باید بگه. اینو مثلا ما این رو خدمتتون عرض میکنم، ما چند سال پیش برای کلیسامون یه سری کتاب های قینوت احتیاج داشتیم، قینوت تیشا باب، و یه آقای زحمت کشید و اینا رو جور کرد برو خشم و تهیه کرد اینا. بعدش ما یه یعنی تهیه مخصوص تهیه کرد و ما یه مدار غلط تو اینا دیدیم و میخواییم غلط ها رو بگیریم و دوباره اینا رو تکثیر کنیم. خب الان من نمی کنم همچی کاری، الان بکنم برای تیشا باب سال دیگه، ماشیخ اومده مومین هشم تشبابی نخواهیم در سال دیگه. تا اون موقعی که آدم اینقدر نزدیک بشه که بگه خب حالا اینقدر نزدیک هستیم میکنیم، اگر ماشیخ زخه شدیم بیاد اوکی اون موقع میذاریم کنار، اگر ماشیخ نیومد مورد استفاده قرار بگیره. ولی من از حالا بخوام شور 11 ماه دیگه رو بزنم برای چی؟ ماشیخ اومده تا اون موقع مومینش. خیلی ممنون، چکر تو دارم. خیلی شما عزیزم موفق اومد و پیروز و شاد باشید. سعادتی یکی لخمتون هستم، امید هشم جلسه رنده اختیار اینده بزنش. از بخار ابا روش خودش طور تو دارم ابا حراب. خیلی کلاس عالی بود، ممنون شدم.